بله وای بیده بله خوبی؟ خواهد سراوش کجا بایی؟ محمد؟ بالا کاریه علویجه شهریست در دامنه زاگرس و تقریباً از تمام جهات مشرف به کوه. کوههایی که اخیراً قسمت‌های شمالی آن توسط معادن سنگ تهدید شده است. چهار کوه واقع در ضلع شمالی علویجه یکی از نمادهای این شهر تاریخی است و از اردیبهشت امسال تا کنون در سه نقطه مورد کنکاش‌های معدنی قرار گرفته است. محلی ها می گویند معادن توسط افراد غیر بومی ایجاد شده. غریبه هایی که در پیشروی و مصرف منابع طبیعی هیچ رحمی ندارند و با این شرایط سیمای شهر و چهار کوه به زودی تخریب می شود. دره برزین یک دره نوستالژی برای مردم علویجه است. پوشش گیاهی خاص این منطقه و زیبایی بکر و دست نخورده آن همه عواملی برای جذب گردشگران و حتی خود محلی‌ها به این بافت کوهستانی و طبیعی هستند. مراتع موجود در کوهپایه‌های علویجه و دره برزین از دیرباز تا کنون چراگاه‌های مجاز گله‌داران بوده. اما امسال سازمان صنعت معدن و تجارت مجوز اکتشاف معادنی در دل این چراگاه‌ها را به طور همزمان صادر کرده است. در حال حاضر سه معدن سنگ که یکی از آنها در آذر ماه در حالت خواب بوده، مشغول حفر و بهره برداری هستند. یک نکته مهم این است که شناسنامه فعالیت هیچ کدام از این معادن در ورودی آنها قرار نگرفته و شایبه عدم نظارت بر فعالیت آنها مردم شهر را بیشتر نگران کرده است. مردم علویجه در سالهای اخیر برای ورود به صنعت گردشگری، برای نوسازی و احیای بافت فرسوده و تاریخی شهرشان اقدام کردند و از بهار امسال با فعالیت معادن و خطر تخریب محیط زیست به مخالفت با این معادن و صاحبان غیربومی آنها برخواستند. گرچه معادن در حریم شهری علویجه نیستند، اما از آنجا که چهارکوه یکی از نمادهای ویژه شهر به حساب می آید و فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی بسیاری در این منطقه انجام می شود، شهردار و اعضای شورای شهر هم در این اعتراضات همراهی خود با مردم را اعلام کردند. با این حال، مسئولان سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان نظر دیگری دارند و میگویند ساکنان این منطقه نباید صرفاً به خاطر یک رشته کوه مانع اکتشاف و استخراج معادن شوند. بفرمایید. نقطه دره برزین نقطه سیل خیز علویجه است. یعنی علویجه پایین ترین نقطه منطقه مهردشته، یعنی آب‌های فصلی که باران‌های فصلی که میشه همشون سرازیر میشه یه نقطه مرکزش چمو علویجه است. با توجه به این که علویجه سیل خیزه، چند تا بند سیل بند بهش میگن با خا...
خاک ریز درست کردن. این سومیه، این که الان رد شدیم از بالا که بخوام حساب کنیم این سیل بند سوم میشیم. الان محدوده در ورزین هستیم و اینم این منطقه ای هم که پشت سرمون ملاحظه میکنید این کنده هست، شاید حدود بالای 100 سال قدمت داره و کاربردش هم برای گوسفندا بوده و همچنان هم کاربرد داره، ازش استفاده میشه، ولی متاسفانه این معادن الان داره جلوگیری میکنه از فعالیت دامداری توی منطقه و مشکل ساز شده برای ما. و یه مسئله مهمی دیگه هم که هست، این در ورزین سیلخیزترین منطقه است تو شهر علویزه و مشاهده کنید سیل بند داره، میبینید سه تا سیل بندی خیلی بزرگ داره که باعث میشه از ورودی سیل به شهر جلوگیری بشه، ولی متاسفانه بازم این معادن دست گذاشتن رو همون منطقه سیلخیز منطقه. اینجا تنها منطقه ایه که خیلی پوشش گیاهی غنی داره و چپک خیلی فراوون داره این منطقه از لحاظ پوشش جانوری و گیاهی. هم انواع گوانا رو ما توی منطقه داریم، یعنی هم گوان تلخ هم گوان شیرین توی منطقه هست. تنها منطقه ای هم هست که دو نوع گوانا تو پوشش گیاهیش داره، حالا به غیر از گیاهای دیگه. جاز داریم، ترخ داریم، سیفی جاز داریم، جوخار داریم، پونه داریم، انواع درختچه ها و درخت ها داریم، تنگس داریم، درخت کو داریم و خیلی خیلی پوشش گیاهی غنی داره این منطقه، مخصوصا جارو. جاروی خیلی خوبی داره این منطقه و تو فصلش یکی از موارد معاش منطقه، مردم منطقه همین جارو چینی و جارو برداشت جارو هاست. یکی از بحثایی که مطرحه توی منطقه دره برزین بحث گردشگری است که توی منطقه شهر علویجه و این پتانسیلی که در شهر ما وجود داره میتونه از لحاظ اشتغال زایی، جذب گردشگر، توریست، منافع خیلی خوبی برای شهر ما و هم شهریان ما داشته باشه.